فصل بهارو اکثریت با زیبایی ها، گوناگون رنگی و دیگر خصوصیت های خاصش دوست می دارند. فصلی که ایام زیبایی های طبیعت را در خود نهفته است. تجلیل جشن باستان نوروز و رسم و آیین های ماندگاری آن در فصل بهار به خود ویژگی ها داشته، هر یک نفر را به عمل و کارهای خیر خواهانه، دوستی و رفاقت، مهر و محبت، توزه و آزادکاری، میهن دوستی و آبادانی و سازندگی دعوت می نماید. نوروز جشن است که زندگی و روشنایی، نیکی و نکوکاری، مهر و محبت و دوستی و همدلی را می فزاید. همین است که جشن نوروزی بین المللی را ساکنان سربلند ناحیه زیبامنظر و یک گوشه سیاحی تاجیکستان ورزا با تمام سنت ها و انعنه هایش تجلیل می کنند و رسم و رسومی به خود خاص دارند. آمد نوروز را با محبت تمام گل دختران با خبر دادن همدیگر و سرجم شدن استقبال می نمویند که این خود از نفست این جشن دارد می دید. نوروز جشن قدیمه بوده، از عهد بوستان به ما میراث مونده است و خوشبختانه همه ساله در سرتاسر جمهوری جشن نوروز را با یک شکوه شامت خاصه پیشواز میگیریم. ما آمدیم به ناحیه ورزوب تا در خصوص رسم و آیین های این جشن برایتون معلومات دهیم. های دخترها، شما به کجا؟ ما به سر نوروز میرویم. بیاید اول به خانه ما، بعد یک جای به سر نوروز میرویم. جشن نوروز به مردم پیکی شادی و خرسندی و نشاط و کامرانی آورده و هر خاندان فیض و برکت و فراوانی اهدا میکند که در پای استقبال آن پیرو برنا با روحیه خوشحالی دست جمعانه کمر میبندند تا این جشن رو خوش و خاطرمان و ماندگار گذرانند. جشن نوروز رو ساکنان ناحیه ورزاب، علل خصوص کودکان و نورسان، جوانان، گل دختران با پیراهن ملی اطلس و ادرس و چکن با چهره بولیده و شادی و خرسندی پیرو برنا به جشنگاه می آمدند. رسم و آیین های قدیمه جشن نوروز که از نیاگان به نسل امروز میراث مانده است، در هر گوشه نظر ربای دیارمان گوناگون و با خصوصیت های خودش گذرانیده می شود. در این منطقه مملکت گل دختران، جوانان و بانوان هر یک آیین نوروز را که در آنها آرزوی آمال زندگی آسایشته مردم تجسم می یابد، با خاطرات نیک و آینده رخشان وطن می گذارند. گلدوزی و زردوزی بیشتر در این منطقه کشور خاص زنان روزگار دیده می باشد. آنها در گوشه جشنگاه در سفره جمع شده با شعر و ترانه های نوروزی، هزل و شیرینکاری و صحبت ها آراسته به کار خویش مشغول می شوند. امروز در ناحیه ورزاب در دهه جنگلک یک گروه دختران جوان را و مادران همه جمع شده نوروز را پیشواز میگیریم. در جشن نوروز ما همه زنان دهه یک جایه شده برای نوروزی پیشواز گرفتن و مانند هنرهای مردمی کشیده دوزی و شیراز بافی و همچنین بندی چادر دوختن و زردوزی، پاپوردوزی، همین نمود هنرها رو به دختران دهه ما میآموزانیم. بخندد لاله بر صحرا و سانی چهره لیلا، بگیرید ابر بر گردون و سانی چهره مجنون، زی آبی جوی هر ساعت همه بوی گلاب آید، در آشستن پنداری نگاری من رخی گلگون. فصلی بهار آمد، لاله و ریحان آمد، این شب خانه ای ما سروی خرامان آمد، این شب خانه ای ما سروی خرامان آمد. خوش آمدی بهارم، ای فیضینه بهارم، ای فیضینه بهارم. خوش آمدی بهارم، ای فیضینه بهارم، ای فیضینه بهارم. یک مژده‌ای بیارم، صد مژده‌ای بهارم، صد مژده‌ای بهارم. یک مژده‌ای بیارم، صد مژده‌ای بهارم، صد مژده‌ای بهارم. فصل بهار آمد، لاله و ریحان
شب خانه ای ما سروی خیابان آمد، این شب خانه ای ما سروی خیابان آمد. جانان ای نوروزی شیشتا چی ها می دوزی، شیشتا چی ها می دوزی، یک تشغ غلط کردی میکنی و می دوزی، میکنی و می دوزی. فصلی بهاران آمد لاله و ریحان آمد، این شب خانه ای ما سروی خرامان آمد، این شب خانه ای ما سروی خرامان آمد. قسم دیگری زنان به پختن خوراک و خورش های خود که رمزی جشن نوروز می باشد، گوشه دیگری جشنگاه را زینت می بخشند. گل دختران و جوانان از فصل زیبایی ها، شکفتن و رستن ها، با شعر و ترانه های بهار و نوروز و رقص و بازی و خورسندی میل و رغبت پیدا می کنند که جشن نوروز خود تجسمگری همین خصوصیت هاست. خان هفت سین و هفت چین آیینی قدیمی جشن نوروز است که قریب در همه منطقه های مملکتمون رایج می باشد. در خان هفت سین هفت مواد که نام آنها با حرف سین آغاز می یابد گذاشته می شود. خان هفت چین را هم با همین گونه موادی که نام آنها با حرف شین شروع می گردد آماده می کنند. بعضن وقت در دیگر منطقه های گوناگون مملکت طعام های گذاشته می شوند که در بعض شهر و ناحیه های جمهوری با نام های گوناگون ذکر کرده می شود. بهار آمد، بهار آمد، گلی سوسن قطار آمد، بدن خان وقت کار آمد، بهار نو مبارک باد. آیین خانه‌تکانی یکی از مراسم مهم جشن فرخنده نوروز بوده، خاصتاً در همین ایام، یعنی آمدن فصل بهار و جشن نوروز به جا آورده می شود. عادتاً در عرفه این جشن تمام جهاز خانه را به بیرون به هوای صاف و بی‌غبار این فصل می برانند. ضمن برگزاری این آیین ماندگار، کودکان بازی های گوناگون را به جا می آورند که خاصی آنها می باشد. هر گل و چمن خنده زیبا دارد، هر خنده گل رمز دلارا دارد. نوروز و چمن، نوروز و چمن به خود دلاراست، همه هر باغ به خود بلبل شیدا دارد. نوروز به نوبهار کی می بینم، گلها را به شش قطار کی می بینم، گلها را به شش قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی می بینم. سومانک رمزی جشن نوروز است که سرسبزی، خرمی و نشاد و زیبایی و آسایشتگی حیات را افاده می کند. جرایان سومانک وزی که یک شبانه روز دوام می کند و بانوان و گل دختران در گرد دیگی سومانک سرود سومانک را خوانده، رقص و بازی و خوشحالی می نمایند. در میانی مردم باوری هست که اگر سال نو را با خورسندی و شادمانی پیش بازگیری، همان سال با خرمی و شادی زندگی خواهید کرد. سرودی معروفی سومانک را در تجلیل جشن نوروز از زبان زنان و بانوان و گل دختران می شنویم که آن را بسیاری می خوانند. بهار آمد، قطار جمله گلها، گلی رخسار ما باید شکوفه. یکی از انانه‌های دیگری که زنان و بانوان ناحیه ورزوب خاص جشن نوروز و دیگر مراسم‌های خرسندی می‌دانند این نانپزی می‌باشد که با مهارت تمام این آیین را انجام می‌دهند. بیشتر این بانوان چیره‌دست و تمیزکار در روز جشن نوروز نان چپاتی می‌سازند و اقرار می‌شوند که با این نان تناول نمودن خوراک‌های نوروزی خیلی سبک و بامزه است. مثل دیگر منطقه های تاجیکستان، آش بریده در این منطقه هم موجود است و معمول و مشهور است که بانوان حلالکار ناحیه یکی از انانه های خاص نوروز می دانند. آش بریده طعام ملی مردم تاجیک به حساب می رود و در بسیار مورد آن را آش اوگرانیزم نام می برند. آش بریده را از خمیر نفیسی بریده شده می سازند. این طعام بسیار خوشمزه مدت 10-15 دقیقه می جوشد و آماده می گردد. در طبقه چوبین تاوم رو می بردارند و با بلایش کبودی ها رو ریزه کرده همراه می نمویند. اینچونین با این تاوم موافق تب قلمفور، مرچ یا چکه همراه می سوزند.
برگزار کردن جشن نوروز یک نوع نمایش هنرهای مردمی است. در اینجا قریب همه هنر و سنت‌هایی که خاص مردمی تاجیکاند و در گذشته میان مردم معروفیت داشتند، حالا هم پای برجویند که همه آنها را نامبر کردن مشکل است. اصلا نوروز عید هنر و هنرمندی است. مگر می‌شود که نوروز را به چکان، اطلس و ادرس، گلدوزی و زردوزی برگزار کنیم؟ واقعا هم برای رنگین و زیبا گذشتن خانه نوروز هنرمندان ناحیه هر هنری که دارند پیشکش همگان میکنند و بار دیگر ثابت می‌سازند که این هنری دستشان در گذشته تا به امروز پای برجا باقی مانده است. نوروز جشنواره ملی می باشد. با وسیله نوروز ما می توانیم فرهنگ و تمدن باستانی، محصولات هنرهای مردمی، طبیعت زیبا و خدمت رسانی خود را در سطح بین المللی تبلیغ و تشویق نماییم. همین بود انعنه و رسم و آینه که مردمی سربلند و سرافراز و مهمان دوست و مهماندار ناحیه ورزاب در جشن نوروز به سامان می رسانند.
بسر در تنی تو جا گریف اطلسی شمس و کمر در تنی تو جا گریف اطلسی شمس و کمر اطلسی تو خوش نمود عقل و حوشم را ربود اطلسی تو خوش نمود عقل و حوشم را ربود اطلسی تو خوش نمود عقل و حوشم را ربود اطلسی تو خوش نمود عقل و حوشم را ربود نوروز در این صحن چمن آمده است، با بوی گل و مشک و سمن آمده است. نوروز رسد جمله جهان زنده شود، بزم و طرب و صوت وطن آمده است. ای دختری تاجیک چکن پوشی بکن، وقتی چکن و روزی چکن آمده است. و از اطلس زیبا که به بر کرده تو آسایش و راحتی بدن آمده است.